طور که در برنامه دیشب هم خدمت شما اعلان کردیم، قرار است اولین جلسه حرکت ملی وحدت، البته نام موقتیش است، به روز یک شنبه که ما پیش روی داریم، یعنی یک شنبه آینده در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شود. محل برگزاری ای جرگه یا ای گرد همایی تالار مربوط به آقای خالد دایانی است که لطف کردن و به صورت مجانی این سالون در اختیار ما قرار دادن. ما قصدن تاکید میکنم برای که به صورت مجانی، چرا که باز هم از گپ نخیزه و یک در وطندارا نگوین که پول مصارف این محافل از کجا تمویل میشه. البته استقبال بی حد و حصر و گسترده وطندارا موسم در کشورهای اروپایی ما روا داشت تا گامهای مثبت و مهم را در جهت خدمت به مردم شریف افغانستان برداریم و به می منظور هم ما حرکت ملی وحدت می خواهیم اساس یا بنیادش یا هستش بگذاریم. و طور که ما دیشب وعده دادم در مورد حرکت ملی اصلاح، باید خدمت بینندگان ارجمند عرض کنم که ما تقریبا چند هفته پیش نامه از طرف دکتر سید عبدالله کاظم سخنگوی بخش امریکایی دریافت کردم. در این نامه آقای کاظم نکات را گنجانیده بودن یا نکات را به توجه این جانب رسانیده بودن، گویا حرکت ملی اصلاح باید یک حرکت غیر سیاسی باشه و ایره هم اضافه کرده بودند که شما که آرزوی رفتن به افغانستان دارین و این همه مجالس و محافل برپا میکنین، نه عروس به اصطلاح درک داره و نه داماد، اما محفل عروسی برگزار شده. و جالب متاسفانه حرکت ملی اصلاح آنچنانه که این جانب به عنوان مبتکرش قبلا اهداف را برای زود در نظر گرفته بودم، نتانست وظیفه خود به صورت درست و مشخص انجام بده. یعنی حرکت ملی اصلاح که قبلا باید یک حرکت ملی سیاسی می بود، او انحراف کرد و به یک حرکت غیر سیاسی فقط به منظور ایجاد کمیسیون های کارشناس یا متخصصین عرض وجود کرد که ما طور که دو سه هفته پیش هم خدمت شما عرض کردم، برزی وقتی که انسان مبارزه میکنه و بدبختی ها و آلام ملت خود میبینه، هیچ آرزو نداره در یک تنگنا در یک محدوده پرواز کنه. ما چون نیات مقدس داریم، اهداف مقدس داریم، بران ما فضای آزاد و باز کار داریم تا بتانیم آزادانه پرواز کنیم. بر صورت ما از لطف و توجه وطندارای عزیز یک بار دیگه مخصوصا در کشورهای اروپایی ابراز امتنان میکنم و سپاسگزاری میکنم از این که قدم رنجه میفرمایند و در اولین جلسه حرکت ملی وحدت اشتراک میکنند. ما یعنی قبل از این که این جلسه دایر شود، خدمت اعضای حرکت ملی اصلاح اعلان میکنم که ما همچنانی که در گذشته وعده دادیم، باز هم تاکید به این میکنم که مرا به حیث یک همکار خود قبول کنند و ما حاضر هستم تا در هر موردی که خواسته باشند با ایشان همکاری کنم، چه از نگاه در اختیار گذاشتن ساعت از شبکه جهانی تلویزیون آریان افغانستان، چه از نگاهی که اگر شخصا آرزوی داشته باشند تا مسافرت بکنم، گفتگوی بکنم و صحبت بکنم، در جای کنا لازم میدانند. به هر صورت ما میخواهیم متمم همدیگر باشیم، همکار همدیگر باشیم، نه خدای نخواسته کدام هدف دیگه در بین است. و ما برای سایر اعضای حرکت ملی اصلاح هم قبلا یا به صورت شفاهی یا از طریق ایمیل به اطلاعشان رساندیم که ما هدف، یعنی هدف از ایجاد حرکت ملی وحدت این نیست که خدای نخواسته ما کدام کودتایی را برا بندازیم یا کودتایی را برا انداخته باشیم. شما میتونین هم عضو حرکت ملی اصلاح باشین و هم عضو حرکت ملی وحدت. بر صورت طور که قبلا ما اشاره کردم، حرکت ملی وحدت
یک جبهه جهانی و جبهه مبارزوی است که در برابر ناملایمات که امروز دامنگیر ملت افغانستان شده قد علم کرده و ما تا پای جان همچنانی که در گذشته سوگند خوردیم تا رسیدن به هدف نهایی که آرامش و تامین امنیت در افغانستان است ما به مبارزه خود ادامه میدیم. و اما صحبت امشب یا صحبت امروز